در تاجیکستان محض با توجه به غمخوری‌های بی‌نظیر سیاست ورزش پرورانه پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان، ساحه ورزش روز تا روز رشد یافتند. امروز در جمهوری بیش از 10200 انشاءات ورزشی نوابسته از شکل مالکیتشان در استفاده جامعه و ورزشکاران قرار داده شدند. اگر تحلیل نماییم تا دوران صاحب استقلالی در مملکت 1000 انشاءات گوناگون ورزشی موجود بودند که این شماره موافق معلومات‌های آماری در سال 2020 با بیش از 10000 انشاءات ورزشی رسید. یعنی شماره انشاءات ورزشی در دوره 30 سالی صاحب استقلالی زیاد از 10 مرتبه زیاد گردیده است. حکومت مملکت ورزش را یکی از سمت‌های اساسی سیاست اجتماعی دولت اعتراف نموده برای پیشرفت آن تدبیرهای مؤثر عملی می‌نماید. حالا با مقصد جلب نورسان و جوانان به ورزش در جمهوری 127 مکتب ورزشی عمل می‌نماید. طبق تحلیل‌ها در ظرف 70 سال دوران شوروی ورزشکاران تاجیک از مسابقه‌های سطح بین‌المللی 133 مدال که از آن 9 تاش طلا می‌باشد به دست آورده باشند، در دوران صاحب استقلالی کشور عزیزمون این رقم با 5743 مدال که از آن 1797 تایش مدال طلا میباشد رسیده است. طبق معلومات آماری در سال 2020 به خزینه ورزش مملکت 124 مدال وارد گردیده است. با مقصد احیا و رشد بازی‌های ملی ورزشی، تربیه نسل نوروز، در روحیه احترام و ارج‌گذاری به تاریخ و عنعنه‌های ملی اجدادان، تحکیم طرز حیات سالم، حس خودشناسی و خودآگاهی، زیرکی سیاسی و پیشگیری عامل‌های نامطلوب از سال 2016 در جمهوری با مساعدت بی‌واسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فستیوال بازی‌های ملی ورزشی راه‌اندازی شده است که همه‌ساله در سطح بلند دایر می‌گردد. در شرایط امروزه روش و تطبیق سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان که در مرکز آن تشویق و ترغیب طرز حیات سالم قرار دارد، با ورزش رو آوردن مردم به خصوص نورسان و جوانان قابل دستگیری است. زیرا در شرایط کنونی جهانی معاصر با سالمی و آسایش و آرامی انسانیت خطرهای جدی از قبیل بیماری‌های گوناگون سرایت کننده، نشئه‌مندی، کاستگی آداب و اخلاق و گرویدن جوانان به هر گونه گروه و حرکت‌های نامطلوب تهدید می‌کند. از زیرا رشد ورزش و آماوی گردانیدن آن از جمله تدبیرهای مهمترین پیشگیری کننده محسوب می‌شود.